به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. نتیجه ابتدایی انتخابات به تاخیر خواهد افتاد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که رای های نزدیک به 8500 محل با شماری خواهد شد. این کمیسیون نیز موفق به باشماری آراها نشده است و انتظار می رود که بار دیگر اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به تاخیر بیفتد. به گزارش اسپوتنیک به نقل شبکه یک، کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به سرنوشت صدها هزار رای بیرون از زمان رایدهی و همچنان پیش از 137 هزار رای تصمیم خود را نهایی نساخته است. منبع در کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد تصمیم گرفتند، ولی جزئیات این تصمیم را هنوز رسانه‌ای نساختند. در همین حال حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رای های نزدیک به 8500 هزار محل رای دهی با شماری خواهد شد. دسته های انتخاباتی نیز در پیوند به باشماری آرا اختلاف نظر دارند. ثبات و همگرایی هشدار می دهند که تا زمانی که صفق آرا مشخص نشود باشماری آرا جنجال برانگیز خواهد بود. اما دسته انتخاباتی دولت ساز بر آغاز بیدرنگ باشماری آرا تاکید دارد. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بود آرای 8494 محل با شماری خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعلان نتایج نخستین به روز 23 ماه عقرب اطمینان دادن نمیتواند. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات امروز یعنی پنجشنبه 16 عقرب اعلان کرد که از میان آرای 26000 محل رای دهی آرای 8494 محل آن با شماری خواهد شد. مسئولان این کمیسیون میگویند که روند باشماری آرا آغاز شده است، روندی که قرار بود 3 روز پیش آغاز شود و به تاریخ 15 عقرب پایان یابد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که از امروز سفر ایدهای این نهاد برای باشماری آرا به گونه رسمی با ولایتها آغاز شده است. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: با شماری آرا را رسما آغاز کردیم. دستبندی ما جریان دارد. کارمندان ما معرفی شدند. مکتوب ها امضا شده. مسائل مالی خلاص شده است. روند با شماری در حال آغاز می شود که دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نسبت به این روند اعتراض دارد و می گوید که در حدود 300 هزار رای غیر معتبر است. این دسته انتخاباتی هشدار داده است که هر گونه باشماری آرا بدون در نظر گرفتن این آرا برای این دسته انتخاباتی پذیرفتنی نخواهد بود. ناظر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: تا زمانی که صفق آرا معلوم نشده باشد باشماری نتیجه نمی دهد، به خاطر که در آن صورت بار دوم، بار سوم و چند بار باشماری شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از میان آرای مورد اختلاف 137 هزار رای که در بانک اطلاعات این شرکت قرنطی شده بودند، پس از تایید شرکت در ملوک شامل آرای انتخاباتی شدند. ننگ افزود: نتیجه ابتدایی یک نتیجه خام است، معلومات خام است. اینان می توانند در تمام موارد هر بسی که دارند با کمیسیون شکایت های انتخاباتی پس از اعلان نتایج ابتدایی شریک بسازند. از سوی دیگر نهادهای ناظر و شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ناتوانی مدیریتی و وابستگی های اعضا و دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را در کار باشماری آرا از علتهای تاخیر در اعلان نتایج می دانند. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: اینان نه ظرفیت در کار دارند، نه استقلالیت دارند، قصد و اراده ملی ندارد و این ثابت می سازد که اینان کشور را به سوی بحران ببرند. از سوی دیگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید
که کمیسیون مستقل انتخابات همکاری لازم را با لوی سارنوالی افغانستان برای بررسی چگونگی شکست دادن قلف مرکز دیجیتالی کمیسیون انتخابات انجام نداده است. نورالرحمن اخلاقی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت با جدیت سارنوالی باید دنبال بکند تا به آن افراد برسد، دلایلی که همکنون این افراد معرفی نشدند. همین است که همان افراد که هدایت داده بودند حالا صلاحیت دارند که معرفی بکنند این افراد که آنها کار شکنی میکنند تا پای خودشان در قضیه دخیل نشوند. محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز میگوید این کمیسیون در جریان بررسی شکستاندن انوار پلاستیکی مرکز بررسی های نتایج دیجیتالی کمیسیون انتخابات قرار دادن نشده است. این همه در حال است که قرار است تا 6 روز دیگر نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود، نتایجی که قرار بود به تاریخ 27 ماه میزان اعلان شود. نجفی، سازمان ملل مسئول مشکلات در انتخابات افغانستان است. یک مقام پیشین دیگر نماینده سازمان ملل در افغانستان متهم می سازد که بیشتر به فکر گرفتن پیام ها بود تا برگزاری انتخابات شفاف. شمار از مقام های پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که بنیاد انتخابات افغانستان از سوی سازمان ملل متحد به گونه نهانده شده است که تقلب آفرین باشد. این مقام ها می گویند که در آغاز سازمان ملل متحد می توانست بنیاد انتخابات افغانستان را به گونه شفاف و معیاری بگذارند، اما این کار را نکرد و امروز افغانستان آسیب پذیرترین و پرخطرترین انتخابات را دارد. داود نجفی، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، در این باره گفت اساس انتخابات خوب گذاشته نشد. ملل متحد مستقیم مسئول اجراءات بود. اگر از اساس خوب گذاشته می شد تا حال مشکل به وجود نمی آمد. همین حالا در کمیسیون مستقل انتخابات ملل متحد شکل متخصص و کارشناس را دارد. چرا روشن به مردم نمی گوید که با اطلاعات در ملوک چی گذاشته است؟ در انتخابات افغانستان چی گذاشته است؟ احمد زیار عرفت، عضو پیشین کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی نیز نماینده سازمان ملل متحد را در افغانستان متهم کرد که بیشتر به فکر گرفتن پیام ها بوده است تا برگزاری انتخابات شفاف. آقای رفعت در این باره احضار داشت. این سازمان مثل خیلی از سازمان های دیگر جهانگیر فساد است. این فساد دو گونه اتفاق می افتد. یکی اینکه سازمان یافته سوء استفاده می کند و دیگر اینکه در بعض موارد ها ناشایانه مصرف میکنند. در همین حال فضل احمد منوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که مقام های حکومت های پیشین نیز به برگزاری انتخابات علاقه ای نداشتند. او افزود استفاده بیرویی از امکانات که از طرف جامعه بین المللی برای انتخابات ها تهیه شده است صورت گرفته است و بیشتر این مصارف از طرف خود جامعه بین المللی که در رأس آن UNDP بوده صورت گرفته است. مسئولان پیشین کمیسیون های انتخاباتی میگویند که عدم علاقمندی سازمان ملل متحد و مقام های حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات معیاری باعث شده است که مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست بدهند. اما نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این که انتقاد میکند که سازمان ملل روند انتخاباتی را مدیریت، نظارت و به پیش نمیبرد. این نهاد میگوید که از انتقادهای گوناگون در این باره آگاه است. نهادهای ناظر، دو دستگی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بحران زیز است. قرار بود روند با شماری آرا چند روز پیش آغاز شود، اما تا اونون این روند آغاز نشده است. در پی تاخیر در آغاز روند با شماری بخش از آرای انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر انتخابات بگویند که این تاخیر به دلیل اختلاف ها و چند دستگی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ضعف مدیریت در این کمیسیون صورت گرفته است. قرار بود روند با شماری آرا چند روز پیش آغاز شود، اما تا اکنون این روند آغاز نشده است.
محمد یوسف رشید مسئول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر روند کار در کمیسیون مستقل انتخابات همین گونه به پیش برود، یک بحران دیگر شکل خواهد گرفت. رشید در این باره افزود: تکت های انتخابی اعتراض که دارند، این اعضا یعنی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات قادر نیستند که این اعتراض ها را بر اساس فریضه های تکنیکی دوباره برایشان ارائه بکنند. در کل این آراها اعضای کمیسیون مستقل انتخابات زمینه را برای خلق یک بحران مساعد می سازد. اگر این جدا از ضعف گیری ها و موقف گیری های متضاد بیرون نشود و در قسمت تدبیر لوحه و طرز اعمالشان جدی اقدام نکنند، متاسفانه من زیاد خوشبین نیستم که نتایج مورد قبول باشد و در آن شک تردید وجود نداشته باشد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.